ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به آنچه که گروه بین المللی بحران حضور فرماندهی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پرداخته آن را بی‌بنیاد و عاری از حقیقت می‌داند. آقای مجاهد می‌افزاید که افغانستان و پاکستان با هم روابط خوبی دارند، اما گروه بین المللی بحران در پی تخریب آن است. داستان چیست؟ پاکستانی طالبان و از پاکستان پریادنی دوباره پریادنی او در پاکستان خاور که دیگه فعالیتونه و هر سه وقت او که افغانستان لخاور نه او بوغر استفاده کنه از پاکستان اجازه نه ورکو. پیش از این گروه بین المللی بحران در مقاله تحلیلی ادعا کرده است که فرماندهی مرکزی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان است و پس از روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان حمله های تحریک طالبان پاکستانی در این کشور نیز بیشتر شدند. یو مشکل دی لیکن بیا هم دا مثلا حل خو په زور زیاتی نه کی او په خپل پاکستان نړۍ ته وی تاسو تعامل وکړي د طالبانو حکومت سره نو پاکستان باید چې د خبرو د لارې د مسالې حضور باسي. برخی از آگاهان مسائل سیاسی در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. زموږ هیله دا ده چې پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت نه کوي. دلته هیڅ داسې یو ډله نشته دی چې د پاکستان د امنیت لپاره ګواښوي. د ګاونډیو په دغو ادعاګانو باندې باور وکړي، ولې پاکستان دلته ډېر رول لري چې غواړي افغانستان پرې نږدي چې په خپلو پښو ودرېږي. این در حال است که پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته بود که اسلام آباد با مقامهای حکومت سرپرست در افغانستان در مورد مسائل امنیتی و مبارزه در برابر هراس افغانی در تماس است.